ای که ما نمیفهمی که چقدر به این رابطه داره که در غار کوه اورا باید این وحی می آمد، در جای دیگه چرا نامد، و آیا ما میتونیم که سوال بکنیم؟ و سوال معمولا از روی شک به وجود می آید، و شک یک چیز منفی نیست. اگر چی در اسلام ملا می خواهد بگوید که شک قابل مجازات است و حتی قابل کشتن است، اما وقتی که خداوند در قرآن می فرماید که اراین بدترین جانداران کرولال های است که عقل خدا به کار نمیندازه، در واقع شما عقلتان به کار انداختین که سر از این فکر کردین که چرا مثلا در یه غار کوه اورا وحی آمده، چرا در محضر عام نامده که مردم می دیدن و قبول می کردن. و این سوال بجاست در کله هر انسان عاقل ای می گرده، مگر ای که خداوند چرا غار کوه اورا را انتخاب کرده، ای را من جواب دادن نمی تانم. حقوق زن در اسلام، زن در زمان جاهلیت که اسلام آمد او قدر بسیار حقوق نداشت. زنها در خانه زحمت میکشیدن، مردها در بیرو یک دو تا شتر میفروختن، در مکه و مدینه یا بسیار یک اقتصاد پایین داشتن. مردم مدینه خواهی چند تا درخت خرما داشت، در مکه حتی اموام نبوده. اینا در یک سال یک دو سه دانه شتر چوچه میگرفتن، میبردن این در شام و در اوجا میفروختن، و با می طریق یک زندگی بسیار سخت و پر از فاقگی را تیر میکردن و بسیار وقت داشتن. و می خاطر است که مردم مکه و مدینه مردم قصه پرداز بودن و گپ ساز بودن، و مثل کمی حالا میگن که مردم پشت یکی دیگه گپ میزنه، میکلش قصه های ساختگی بود. و همین قصه های ساختگی از اینا احادیث مهم را به وجود آورده، از جمله همی که پیغمبر در مرقاشش رو رفت آسمان و چم چطور چنان، اینا با مو اساس به وجود آمده. و زن در جامعه جاهلیت قسمی که ما فکر میکنیم یا بر ما میخواین بفهمانن که هیچ حقوق نداشت، در واقع زن در دوره جاهلیت شاید حتی کم زیادتر حقوق داشت. به طور مثال خدیجه که شوهرش فوت شده بود، یک زن مالدار بود و پولدار بود، به اون اندازه او زمان از جمله پیغمبر ما پیش از اونا کار میکرد. یعنی حداقل همه آزادی داشت زن که شوهر خود انتخاب کنه، که امو خانم پیغمبر ما را در جوانی عروسی کرده بود، که نفرا برش کار کنه و هنوزم در جامعه زندگی آبرومندانه داشته باشه. بعد از آمدن اسلام یک رقم، بخصوص بعد زمانی که پیغمبر فوت شد، یک شرایط خراب آمد که زنا مهمترین چیزی بود که زنا را چور منداختن، ای به نام غنیمت چور پرت و او به نام غنیمت، و اینا حقوق خود زیادتر از دست دادن. و تا امروز ای در جامعه ما به همون شکل ادامه داره. و زن با وجودی که ما میگیم که زن در اسلام ات حقوق داره و ات حقوق داره، اما اگر شما کتاب بخونین و ببینین که عملا مثلا امویها، عباسیها و دیگر کشورهای اسلامی چی کردن، به شمول ترکها، امی عباسیهای ترک، اینا در اوجه میبینین که زن چندان حقوق نداشت. این امروز نمونهش در افغانستان که یک زن بینیش میبرن، گوشش میبرن، گردنش میبرن، از خانهش که برآمد میگه که تو بناموس مرا ساختی چطور و چنان. ولی در واقع همین یکی از بدبختی هاییست که ما در مملکت خود داریم، که ملاهای ما دین به نفع جیب و پایین ناف و دهان خود تفسیر میکنن. و در اسلامی بسیار آسانه، به خاطر از اینکه در حدود 600 هزار حدیث های ساختگی وجود داره که آقای بخاری او را به 6000 تقلیل داده، اما مو 6000 هم زیاده، ولی اینا اکثرا تمام مو 600 هزار استفاده میکنن. و در اوجه هر چیز میتونی که ثبوت کنی، اگر آدم گرگ ثبوت کنی میتونی، اگر خر آدم ثبوت کنی میتونی، به اساس اونمو احادیث ساختگی، چون دین اسلام توسط اموی ها و عباسی ها به تاراج رفت و برای چور و چپاول استفاده شد. در واقع نماز قبل از اسلام وجود داشته، حج وجود داشته، خود پیغمبر در دوره که هنوز مسلمان نشده بود حج میرفته، بسیاری از این چیزها، زکات، نماز، روزه وجود داشت، باش اشکال مختلف. در وطن ما متاسفانه ایست که گپ که میزنی بسیاری ها قار میشه. ما اساسیت هایی داشتیم در 14 سال که هر گپ فکر کردیم که هیچ حق نداریم، مگر ما حق داریم که در سر از این فکر کنیم که واقعا جبرئیل امین کدام وظیفه دیگه یافته؟ به خاطر اونا پیغام خداوند به پیغمبران می آوردن. پیغمبر ما خاتم النبیین بعد از او چی شد؟
این یک چیز است که هموطنهای ما باید بفهمند که در اسلام آزادی بیان اونمو قدر است که در امریکا امروز است. متاسفانه در کشورهای اسلامی بخصوص کشورهای عقب مانده ترین که افغانستان و پاکستان جا است، اینا فکر میکنه کسی که گپ زد زبانش باید قطع شه بازگردنش. کودک ما تقلیدی هستیم، حتی بسیاری ها تا وقت مرگ خودم تقلیدی میباشن، چون اونا هیچ وقت دیگه اسلام ها نمیفهمن. تنها در وقت تولد در گوش آزان داده شده و کمی کلان شد، اونم کلمه را یاد میتن که بچه گپ نزن که گناه داره. بنان اون نفرم اونمو چیزی که برش گفته شده، برای پدرش گفته شده، برای پدر کلانش، اونمو را گوش میکنه و امت دست به احترام تا وقت مرگ خود. اما اعتیاد ما دوباره میاییم تحقیق میکنیم، یا اعلام میکنیم دینه، یا تغییرات دهش میاریم، یا ایست که به یک طریق دیگه. ما امروز تا قسمت باشین دوست ازیم، امروز قسمت تحقیقیش منطقی تره، دیروز قسمت تقلیدیش منطق نداشت. ما در وجه منطق فکر میکردم وجود داره، منطق وجود نداشت. او روز تنها ما عقیده کرده بودم به اساس گپ دیگرا، امروز ما تحقیق کردیم او قسمت عقیدتی سابقش که تقلیدی بود او از ما رفته. به می خاطر است که اعتیاد زیاد مردم که تمام مشکل داره، چرا اینا اسلام مسلمان های تقلیدی هستند، ما مسلمان تحقیقی هستم. بسیاری چیزایی را که اونا قبول داره ما قبول دیگه ندارم. ما به بسیاری چیزایی که ارزش میده ارزش نمیدم. ما وظیفه داریم که قرآن بخوانیم، ما وظیفه داریم که تاریخ بخوانیم. ما را خداوند گفته که ارا اینا بدترین جانداران نزد خداوند کر و لالای است که فکر نمیکنه. یعنی به ما وظیفه داده، به ما مسئولیت داده، به ما آزادی داده که فکر کنم. نتیجه فکر ما می بود که ما که از این دنیا در اون دنیا برم برای خداوند میگم خداوند ها، ما فکر کردم به این نتیجه رسیدم که اینی احادیث ما قبول نمی کنم، اینی کارا را نمی کنم. پیغمبر اگر دختر 6 ساله را عروسی کرده بود من نمی کنم و او گپ نه تنها قبول نمی کنم بلکه به حیث یک کار بد میگم. پیغمبر که اینی کار خوبه کرده بود من این را قبول دارم، این را من میتانم تکرار کنم. اینمی نتیجه فکرم بود، نتیجه تعقلم بود. و تو چون گفته بودی که بدترین جانداران نزد خداوند کر و لال هاست، من نه در جمله کر بودم نه در جمله لال بودم، من یک آدم بودم که همون منطق همون مغز را که دادی استفاده کردم.